أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اول تر از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما معاصران عزیز شما را دعوت میکنم به دیدن و شنیدن پنجمین جلسه درسی یا جلسه پنجم درسی مضمون حقوق رسانه ها باز هم طبق معمول امو منابع درسی و نام مضمون و نام استاد و اینا را هم یک بار دیگه خدمت شما در تصویر آوردیم شما مشاهده میکنین ما شما در جلسه قبلی بحث اصول اخلاقی رسانه‌ای و اخلاق و قواعد اخلاقی و اصول اخلاقی و تفاوت‌های قواعد اخلاقی و تفاوت‌های قواعد اخلاقی و حقوقی را خواندیم و بعد زمینه‌های مهم قواعد اصول اخلاقی را ما شما خوانده بودیم که به صورت کلی در چهار زمینه باید خبرنگاران فعالیت بکنند چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح ملی چه در سطح جهانی در تلاش باشم که آگاهی دهی عمومی بکنن آزادی مطبوعات در نظر داشته باشن یعنی یک شرطش است در خدمت حقایق باشن و بالاخره احترام داشته باشن به حیثیت فردی و حریم خصوصی آخرین درس از درس گذشته ما همین بود که خدمت شما به عرض رسید حال امروز ما شما به دنبال مشخصاً اما اصول اخلاقی رسانه‌ای هستیم که اصول اخلاقی رسانه‌ای چیست که رسانه‌ها و دستاندرکاران رسانه‌ها باید اونها را به صورت جدی در نظر داشته باشند خب حقیقتاً که کشورها در زمینه کار رسانه‌ای اصول اخلاقی ویژه و خاص را با در نظر داشت شرایط خاص اما شرایط خاصی که کشور داره تدوین نمودن و در سطح جهانی اگر به صورت مشخص تر ما شما بیاییم بدانیم که به صورت کلی در سطح جهان یا عمومی و اصطلاح چی اصولی وجود داره در سطح جهان موسوم به اعلامیه یونسکو وجود دارد که الهام بخش اکثر کشورها حین تدوین کدهای اخلاقی در نظر گرفته شده است خب اگر به یاد و خاطر شما محصلین عزیز باشه که امیدوار هستم که چنین باشه و امید است که ما به این سختی و به این جنجال این ویدیوها را و درس ها را ثبت میکنیم و اداره پنتون هم به اختیار شما میگذاره هزینه میکنه شما هم به این ویدیوها دسترسی داشته باشین اینا را ببینین وقت بگذارین مطالعه بکنین اونجا ما شما در منابع حقوق رسانه ها داشتیم که به صورت کلی گفته بودیم که حقوق رسانه ها به دو دسته تقسیم میشد یک منابع داخلی بود و دیگه منابع خارجی یا بین المللی که اعلامیه یونسکو هم جزء امو منابع خارجی یا بیرونی چیز حقوق رسانه هست این یونسکو به عنوان سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یا بخش فرهنگی سازمان ملل متحد اعلامیه را پخش کرده که یک سلسله قواعد و اصول را برای دولت ها پیشنهاد کرده و دولت ها هم در زمانی که قانون گذاری میکنن اینمی کدهای اخلاقی را یا امی اصول اخلاقی را باید چی بکنن؟ در نظر گرفته باشن خب این که اعلامیه مذکور چی گفته؟ ما به صورت موردی یا یک به یک یا مو به مو اونها را در حد
امکانی که یا فرصتی که ما شما داریم که این ویدیو را ثبت میکنیم پس خود یک شرط ببره که در نیمی چارچوب زمانی باید او ویدیو ثبت شد که اپلود و دانلودش باز شما را ما را و اداره کوانتونه با مشکل با چالش مواجه نسازه. اینجا ده تا اصل است که از جمله اصول اخلاقی رسانه است که ای در اعلامیه یونسکو آمده که باید تمام رسانه ها یا دستندرکاران رسانه ها و خبرنگارا ای اصول را به صورت جدی در نظر داشته باشند. اصل اول، حق دسترسی مردم به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین اخلاقی رسانه‌ای هست که در اعلامیه یونسکو هم آمده و تمام رسانه ها اگر در سطح ملی کشور فعالیت دارن، اگر در سطح بین‌المللی فعالیت دارن، اگر در سطح منطقه‌ای فعالیت دارن باید دور در نظر بگیرن. اصل اول چی بود؟ حق دسترسی مردم به اطلاعات، یعنی مردم حق دارن به تصویر روشن یا به صورت روشن و سریع از رویدادها و رخدادها و اتفاقات و حوادثی که در جامعهشان، در کشورهای پیرامونیشان و یا در جهان اتفاق میفتن به او دسترسی داشته باشن یا دست پیدا بکنن یا بتانن از طریق تلویزیون و سایت ها و ماهواره ها و این ها به او دسترسی داشته باشن، ببینن که در کدام گوشه ای از جهان چی حادثه و چی اتفاق مثبت و منفی و خوب و بد اصطلاح چی کرده اتفاق افتاده. یکی از اصل هاست که ما شما ای را به نام اصل حق دسترسی مردم به اطلاعات اینجا آوردیم و این در اعلامیه یونسکو هم آمده و الهام بخش است. یعنی اگر ما امروز در افغانستان یه اصل را داریم یا مردم مثلا رسانه ها میاین از رئیس جمهور، از وزیر، از نماینده مردم در پارلمان، از یک والی، از یک قمندان میگن مردم میخوان بفهمن، مردم حق دارن بفهمن، در حقیقت منظورش همیست که مردم حقی را دارن که به اطلاعات و معلومات باید چی داشته باشن؟ دسترسی داشته باشن. یعنی که در جامعه ما هم اصل رعایت میشه و در فعالیت های رسانه‌ای ما هم باید در نظر گرفته شد، چون که ما هم عضو سازمان ملل متحد هستیم و با سازمان ملل متحد این توافق و تعهد را داریم که از اعلامیه های خود سازمان یا هر رکنی از ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد باید جدا در نظر داشته باشه. اصل دوم، خبرنگار وقف واقعیت عینی است. بارزترین و اساسی ترین وظیفه خبرنگار این است که در بازتاب اطلاعات عینی‌گرایی و صداقت را در صدر کار خیش قرار دهد. یعنی یک خبرنگار باید واقعیت‌گرا و عینی‌گرا و صادق باشه. وظیفه‌اش این است که حق حرمت ببنده. وظیفه‌اش این است که تهمت ببنده. وظیفه‌اش این است که به کسی توهین بکنه. وظیفه یک خبرنگار این است که به کسی حمله بکنه. وظیفه خبرنگار این است که آنچه که واقعیت است. مثلا یک حادثه اتفاق افتیده، میگه در اینمی حادثه اینه قدر زخمی است، اینه قدر مثلا کشته است. این خبرنگار نباید جانبگرایی بکنه یا مثلا طرفداری از کسی بکنه، بیایه یک واقعیت عینی را برملا نسازه، بلکه برعکس از او. مثلا ده نفر در یک حادثه انتحاری به هلاکت رسیده، این 50 نفر بوده. یا مثلا ده نفر است، دولت میگه برش 2 نفر اعلان بکنه، یه هم به امور چند نفر اعلان بکنه؟ 2 نفر. این بدور است اما اصل اخلاقی
رسانه‌ای است که در اعلامیه یونسکو بازتاب داده شده و این به اصطلاح الهام بخش فعالیت‌های رسانه‌ای جامعه ما هم است و باید خبرنگارای ما خود را وقف و یا فدای واقعیات عینی بدانند، یعنی آنچی که هست نه آنچه باید باشه. سوم اصل مسئولیت اجتماعی خبرنگار است. توجه به مسئولیت اجتماعی هم یکی از وظایف حساس و خطیر دیگر خبرنگاران و یا اصحاب و دستاندرکاران رسانه ها چی میشه به حساب میشه که در هنگام فعالیت هایش یا فعالیت های رسانه ای به آن باید چی داشته باشن؟ توجه داشته باشن، یعنی مسئولیت خدا بدانه که من مثلا اینجا صحبت میکنم مخاطب من 1,000,000 انسان هست، یعنی اگر برنامه آشپزی هم هست باید در چارچوب یک اصول اخلاقی و به اصطلاح اجتماعی پیش برده شد، باید خود را هر آینه از منظر مردم ببینه که مردم به من چیگونه نگاه میکنن. حتی اگر یک برنامه تنزیه هست او هم نباید بدور از اخلاق و ادب و چیزهای عامه مردم بوده باشه. اصل چهارم شرافت حرفه خبرنگاری است. هر حرفه از خود شرافت و شأن و عزت و مقام و منزلت و رسالت و وظایفی دارد. یعنی یک رسانه در پهلوی است یا یک خبرنگار یا یک ژورنالیست در پهلوی سایر مسئولیت ها و رسالت ها برای خبرنگار ای هم باید در نظر گرفته شده که به خبرنگاری هم به عنوان یک حرفه با شرف و با عزت توجه داشته باشه. استفاده از رشوت و سرقت ادبی و غیر مواردی که در تقابل با شرافت این حرفه قرار میگیرن نباید از اینا چی بکنن؟ استفاده. یعنی یک خبرنگار نباید رشوه مثلا از یک دولت یا از یک مقام دولتی بگیره، اینی خبر را پخش بکنه و یا از پخش اینی خبر خودداری بکنه، نباید چی میکنن. این برخلاف امون شرافت و به اصطلاح عزت و رسالت حرفه چی است؟ خبرنگاری است. یا مثلا کاپی بکنه یک خبر را، یک خبرنگار پخش کرده این هم بیا عین همو خبر را پخش نشه بکنه، یعنی این رسالت امو حرفه خبرنگاری را یا شرافت همی حرفه را چی نکرده؟ رعایت نکرده. لذا این هم یکی از اصول پذیرفته شده چی از اخلاق رسانه ایست که باید امو شرافت این حرفه را مد نظر داشته باشه. کوشش بکنه که با نام نیک زندگی بکنه، کوشش نکنه که یک خبرنگار کار بد بکنه و همه خبرنگارا و رسانه ها و دستاندرکاران و اصحاب رسانه ها را نزد افکار عامه مردم بی اعتبار و بی حیثیت و بی وقار و بی عزت بسازه. اصل پنجم دسترسی همگانی و مشارکت است. رسانه ها در مجموع، یعنی ما شما از رسانه ها یک تعریف داشته بودیم، گفته بودیم که رسانه وسیله است برای اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی. این اصولی را که میگیم همه رسانه ها باید در نظر داشته باشه. چی او رسانه ای که یک برنامه سرگرمی رو برای مردم پخش و نشر میکنن باید مشارکت همگانی در نظر داشته باشه. رسانه ها وظیفه دارن تا زمینی دسترسی به اطلاعات و مشارکت مردم در رسانه ها رو چی بسازن؟ فراهم بسازن. یک بحث و گفتمان را داره خبرنگار از یک رهبر و زعیم و زماندار سوال و پرسشایش را مطرح میکنه، این زمینه را مساعد بکنه که مردم هم به صورت مستقیم از امو زعیم و خبرنگار و از امو زماندار و از رئیس جمهور و از وزیر چی بکنن؟ سوالات
افتاد به صورت مستقیم مطرح بود. ممکن رسانه با مقام و مسئول به اصطلاح توافق بکنه که اینی سوال فرمایشی از شما باشه، اینی پاسخهای فرمایشی رو من به شما میتیم، شما اینی سوال ها رو بکنی و اینی جواب ها رو من میتیم، میره پخش نشید بکنی خلاص. نمیشه به اصطلاح مشارکت همگانی رو تضمین میکنه. لذا رسانه ها وظیفه دارن تا دسترسی همگانی و مشارکت عامه مردم به اطلاعات مد نظر داشته باشه. اصل ششم، احترام به حریم خصوصی مردم است. یکی از اصلها و یکی از کدهای اخلاقی رسانه‌ای به حساب میاد که هر خبرنگار، هر دستگاه خبری باید در تلاشی باشه که چگونه میتونه از دسترسی داشتن و یا از پخش و نشر که زیر پا کننده و یا زیر سوال برنده حریم خصوصی افراد باشه از او چی بکنه؟ خودداری بکنه. بعد در تلاشی باشه که حریم خصوصی زندگی شخصی افراد چی باشه؟ محفوظ باشه، در امان باشه، کاری نکنه که حریم خصوصی هر فرد زندگی خصوصی و شخصی داره. فرد در یک محفل خصوصی مثلا اعضای فامیلش مثلا رقص کرده یا مثلا یک عکس گرفته، با فامیل خود عکس گرفته، دیگر رسانه ها نمیتونن اون رو در انظار عامه بگذارن یا در سایت خود بگذارن یا در تلویزیون خود یا مثلا در صفحه تویتر و اینستاگرام و تیک تاک و نمیفهمون فیسبوک و غیره خودشان بگذارن یا یک اسناد محرمانه دارن. هر چیزی که دارن در صورتی که فرد امتناع میکنه از بخش و نشرش، رسانه هم حق نداره او را به دسترس همگان قرار بده. لذا این هم یکی از کودهای اخلاقی و یا اصول اخلاقی رسانه‌ای هست که هر خبرنگار و هر رسانه و هر ژورنالیست و مدیر مسئول و خبرنگار و غیره باید این چی بکنه؟ به صورت جدی در نظر بگیره. اصل هفتم، احترام به منافع عمومی هست. خب این باید خط سرخش یا خط قرمزش باشه، در تلاشی باشه که منافع عامه مردم تأمین شود، منافع عامه مردم زیر سوال نره. منافع ملی رو میتونیم بگیم که عبارت از مجموعه ای از عوامل و عناصر و پدیده ها و وضعیت و حالت است که در حفظ و بقا و بهتر زیستن مردمان ساکن در یک کشور نقش آفرین بوده و او کشور و دولت و نظام باید در سیاست گذاری های داخلی و خارجیش او رو چی بکنه؟ دنبال بکنه، مد نظر بگیره. منافع عمومی یا منافع عام حاصل جمع منافع جزئی و تک تک افراد و شهروندان یک جامعه است. رسانه ها باید به منافع عمومی فکر بکنن، یک خود در نظر نگیره یا رسانه خود در نظر نگیره، به خاطر منفعت خودش بیه یک خبری را و یا یک گزارشی را پخش بکنه یا یک برنامه را پخش بکنه یا یک سریال را پخش بکنه که به دین و اعتقاد و باور عامه مردم خدشه و خلل را وارد بکنه. نباید چنین کاری را یک خبرنگار و یا یک رسانه مرتکب شد. لذا یک اصل اخلاقی است که منافع عمومی جامعه را یک رسانه، یک خبرنگار، یک ژورنالیست باید به صورت جدی در نظر بگیره. اصل هشتم، احترام به ارزش‌های جهانی و تنوع فرهنگ. خب
این یه منظور ما از اصل، اما قاعده و قانون و به اصطلاح مقرره هست، به اصطلاح یا قانون است که را باید در نظر داشته باشه. اصل هشتم گفتیم احترام به چی؟ ارزش های جهانی و تنوع فرهنگ ها. خب ما شما در زمان زندگی میکنیم که عصر جهانی شدن است، گفتیم رکن چهارم نظام های دموکرات مردم سالار رسانه ها است. خب در عصر ما شما زندگی میکنیم که عصر و قرن و اصطلاح انقلاب صنعت و تکنولوژی هست. توجه به ارزش های جهانی هم یکی از اصل های مهم است. به چی معنا؟ این به این معناست که یک رسانه اگر امروز در افغانستان فعالیت داره، این را بدانه که در تمام دنیا مردم به برنامه از این میتونم چی داشته باشن؟ دسترسی داشته باشن. با توجه به این ماهواره ها و به اصطلاح رسانه های دیجیتالی که ما شما داریم، با توجه به این دشانتن ها و اینایی که وجود داره، ای محدود به یک قلمرو و یک جغرافیای خاص نمیماند. لذا باید کوشش بکنه که برنامه ای را که پخش بکنه در او احترام گذاشته شد، ارزش های همه فرهنگ ها، ادیان، مذاهب، اقشار، نژاد ها، کشورها، ملت ها، تمدن ها باید چی شد؟ احترام شد، حرمتشون بجای شد. این گونه نشه که یک کسی بیایه مثلا خبرنگار مثلا سفید پوست باشه، برنامه رو پخش بکنه که توهین و اهانت به سیاه پوستا قلم داشته، یا پیرو دین مثلا مسیحیت است، برنامه رو پخش بکنه که توهین و اهانت بر مسلمان ها قلم داشته، یا اگر از نژاد مثلا آریایی است، برنامه رو پخش بکنه که در او ارزش های غیر آریایی ها به اصطلاح نادیده گرفته شد، یا در او به توهین و به سخره و تمسخر گرفته شد. نباید چنین شد. لذا اصل هشتم تاکید بر این داره که شما تمام فرهنگ ها را و تنوع فرهنگی را در نظر بگیرید. یا در یک جامعه مثلا در جامعه افغانستان ما شما اقوام مختلف در اینجا دارید. اینجا پشتون ها زندگی میکنن، تاجیک ها زندگی میکنن، ازبک ها زندگی میکنن، هزاره ها زندگی میکنن، ایماق ها، بلوچ ها، نورستانی و سایر اقلیت های قومی در افغانستان زیست زندگی. ما نباید با پخش یک برنامه، با پخش یک گزارش به دنبال این باشیم که یک اقلیت قومی را در جامعه خود چی بکنیم؟ نادیده یا فرهنگ و عنعنات اونها را مورد تعرض و حمله و هجوم قرار بدیم. لذا به این اصل به عنوان یکی از اصول اساسی و یکی از کدهای اخلاقی توجه داشته باشه که باید تمام فرهنگ ها و به اصطلاح ارزش ها را در نظر گرفته، بعد بریم به سراغ پخش و نشر یک برنامه و یا یک گزارش خبری و یا یک برنامه تحریری یا یک برنامه طنزی یا هر چیز دیگر. لذا رسانه ها باید به یاسنم به عنوان یک اصل اساسی توجه داشته باشن و با تمسک و با اتکا و عمی اصل برن به طرف پخش و نشر برنامه هاشون. اصل نهم، اصل امهای جنگ و تلاش در خیر و فلاح جوامعی باشه.
خب اینجا من یک سوال آورده، من کاش که حضوری میبود که ما به عنوان یک جامعه در دیده، به عنوان یک جامعه که یا به عنوان یک نسل، شاید مخاطبان ما اکثرا شما مسئول این کسانی باشیم که در جنگ به دنیا آمدیم، در جنگ بزرگ شدیم، در جنگ نوجوان بودیم، جوان شدیم، حال بر میان سالی میرسیم. این وظیفه یک ها یک و یک تک تک ما و شما هست که در جهت نابودی و یا از میان برداشتن جنگ باید چی بکنیم؟ کوشش بکنیم، تلاش بکنیم که جنگ باید چی شود؟ از بین برد. به نظر شما این امر تا چه حد از سوی رسانه های جامعه افغانستان رعایت میشه؟ آیا رسانه ها یک تعدادش در جهت ختم جنگ حرکت دارن یا در جهت تداوم جنگ؟ آیا یکی از دلایل مخالفین مسلح دولت این است که بعضی از فیلم ها و سریال ها و برنامه ها در مغایرت با ارزش ها و اعتقادات اسلامی تونه؟ آیا ای به گسترش و تداوم جنگ کمک میکنه و یا به ختم جنگ؟ خب یعنی در جهت نابودی جنگ و پایان جنگ های خانمانسوز و ویرانگر و تأمین صلح و امنیت و زدودن تمام مصائب و بدبختی هایی که بشر با او مواجه و روبروست، رسانه ها فعالیت بکنند، در تلاش باشند که فلاح و رستگاری و خیر و صلح و آرامش و رفاه و بهزیستی مردم در نظر داشته باشند و در تلاش باشند که مردم در آرامش بسند. خب این یک اصل است که اینجا مخاطبش مشخصاً رسانه ها و اصحاب رسانه هاست، ولی تک تک شهروندان هم این مسئولیت را دارن، چی به عنوان یک مسلمان، چی به عنوان یک انسان، چی به عنوان یک طبعی کشوری سرزمین، باید ما در تلاشی باشیم که خیر و صلاح و فلاح و رستگاری جوامع بشری را، نه تنها جوامع افغانی و مردم افغانستان، جوامع بشری را در تلاش باشیم که در فلاح و رستگاری و بهزیستی به سر ببریم و از هر گونه اقدام و تحرکی که خیر و فلاح و رستگاری و آرامش جامعه بشری را به اصطلاح به هم می‌زنند، ما باید از اون اقدام چی بکنیم؟ خودداری بکنیم، متوسل به حرکت و کاری نشیم که خیر و آرامش و سعادت بشری را چی می‌کنند؟ خدشدار می سازه و یا زیر سوال می بره. اصل دهم ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباط جهانی است. یعنی در عصر حاضر ما باید به دنبال استعمار و استثمار و بهره‌کشی و بهره‌برداری از دیگران نباشیم، باید بر ضد ازی باشیم. رسانه ها باید استعمار زدایی بکنن، استثمار زدایی بکنن، به فکر این نباشن که در اختیار یک دولت خاص قرار بگیرن، از او دولت امتیاز بگیرن و به فکر تأمین منافع و کشور در جامعهشان باشن و به فکری باشن که ملت و مردمشان برده یک دولت و یک دستگاه استخباراتی و یک کشور همسایه و یک کشور ابرقدرت شه. این رسانه ها در نظم نوین جهانی و اطلاعاتی و ارتباط جهانی قرار گرفته، استعمار زدایی بکنن، به فکری باشن که همه ملت ها آزاد آفریده و خلق شدن و باید آزاد زندگی بکنن و هر کشور و هر ملت باید خودش تعیین سرنوشت بکنه، زعامت سیاسی خود را خود تعیین بکنه و اینگونه فکر نکنه که ما مستعمره و دست نشانده فلانی هستیم.
یا وابسته به فلانی هستیم. خب هیچ شکی وجود نداره که در عصر حاضر وابستگی های وجود دارد که بیشتر وابستگی ها در عرصه اقتصادی متصور است. ولی این به این معنا نیست که باز وابستگی به معنای مستعمره بودن تلقی شد و در تلاش ای باشن که مردم سالاری تحقق پیدا بکنه و نهادی نشد و دموکراتی کردن یا مردم سالار کردن اطلاعات باشه و ارتباطات چی در سطوح ملی و چی در سطح بین المللی، اینا در تلاش باشن که اطلاعات متعلق به مردم است. دولت ها امانتدار اطلاعات هستند، نه صاحبش. باید اطلاعات و معلومات دولت ها به اختیار کی بذارن؟ به اختیار مردم بذارن. از طریق چی؟ از طریق رسانه ها. و این رسالت و وظیفه رسانه هست. و تلاش در جهت همزیستی مسالمت آمیز مردم، یعنی رسانه ها در صدد جنگ اندازی و شرارت افروزی نباشن. رسانه ها به فکری باشن که چطور ملت ها در کنار همدیگر زندگی بود یا چطور اقوام شریف ساکن در یک کشور در کنار هم زندگی بدور از خشونت، بدون از جنگ، بدون از نفرت، بدور از کینه و تنفر را داشته باشه، زندگی صلح‌آمیز داشته باشه. این است وظیفه یک رسانه. نه ای که رسانه به فکر ای باشه که یک قوم با قوم دیگه، پیروان یک دین را با یک دین دیگه، پیروان یک مذهب با مذهب دیگه، مردمان یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، مردمان یک نژاد با نژاد دیگر چی بسازد؟ درگیری جمع بسازد. این وظیفه یک رسانه و یک ژورنالیست و یک خبرنگار نیست و در تلاش باشه که به ارزش‌های مردم احترام داشته، ارزش‌های مردم مورد حمله خودش قرار نده. یعنی رسانه‌ها باید از حمله کردن، از هجوم بردن به ارزش‌هایی که برای مردم مهم است، با ارزش است، مردم به اونها پابند هستند. رسانه‌ها باید چی کنن؟ او ارزش‌ها را جدا مراعات بکنن، چون که گفتیم این یکی از اصول اخلاقی رسانه است که در اعلامیه یونسکو که یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد است گنجانیده شده و الهام بخش فعالیت‌های رسانه‌ای و یا قانونگذاران تمام کشورهای جهان است که در زمان قانونگذاری کوشش میکنن که ای اعلامیه را که در اصل در گنجانیده در عرصه قانون دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات و یا قانون رسانه های همگانی، این ها باید قانون گذارا چی بکنن؟ در نظر به امیدی که شما مسئولین عزیز هم یک روز در جمع قانون گذارا باشین و در زمینه فعالیت رسانه ها و قانون رسانه ها و قانون مطبوعات و اینها وقتی که کار میکردین باز این اصول را در نظر بگیر. خلاصه اصول اخلاقی رسانه ای در اینجا آوردیم که صورت فشرده میگیم که شما یک بار دیگه براتان مرور شد. همین ده اصلی را که خدمت شما عرض کردیم، البته باز هم تأکید میکنم اینا اصولی هست که در اعلامیه جهانی یونسکو بازتاب داده شده و کشورها و دولتها در زمان قانون گذاریشان این در نظر میگیرن که در قانون گذاری جامعه افغانستان هم این در نظر گرفته شده و ما هم از این قاعده مستثنا نمیدیم.
ده اصل چیست؟ اصل اول حق مردم در دستیابی به اطلاعات اصلی است که باید تمام رسانه ها به صورت جدی در نظر بگیرن. ایران دوم، خبرنگار خود را باید وقف واقعیت عینی جامعه بکنه، نه ای که به فکر و اصطلاح بازتاب اخبار و خبرها و گزارشات غیر واقعی و غیر موثق و غیر دقیق. سوم، مسئولیت اجتماعی خبرنگار است. خبرنگار باید بداند که آینه تمام نمای است که همه مردم یا جمعی از مردم یا هزاران و صدها و میلیون ها مردم او را همون لحظه چی میکنن؟ نگاه میکنن. باید او را در نظر داشته باشه. دیگه شرافت حرفه خبرنگاری است. شرافت چی؟ حرفه خبرنگاری است. یعنی بر رشوه و رشوه ستانی و اینها متواصل نشه که از پخش و نشر حقایق به اصطلاح روگردان شوه یا خودداری کنه. دیگه ای که خود را در خدمت همگان بدانه، کوشش بکنه که همه مردم به اطلاعات و معلومات چی بکنن؟ دسترسی داشته باشه. کوشش بکنه که مثلا اگر رسانش در سطح پایتخت فعالیت داره، یه کوشش بکنه که به ولایت‌های همجوار هم پخش و نشر بکنه. اگر از سطح ولایت همجوار است، کوشش بکنه که به سر تا سر مثلا افغانستان این رسانه برنامه داشته باشه و مردم به او معلومات و اطلاعاتی که نیاز دارن دسترسی داشته باشن. یا کوشش بکنه صفحات متعدد مثلا اینستاگرام و صفحه مثلا تویتر و سایت و پیج فیسبوک و اینها را به خود باز بکنه، اما اخبار و چیزهایش که مثلا در تلویزیونش پخش میشه یک منطقه مردم بخ ندارن، در تلویزیون نمیدینن، از طریق مثلا فیسبوک به مو معلومات و به مو خبر و اطلاعاتی که حق دارن بدانن به او دسترسی داشته باشه. اصل ششم، اصل احترام به حریم خصوصی است که رسانه ها باید به او احترام داشته باشن. روی اصل در نظر باشن. دیگه اصل احترام به منافع عامه مردم است. رسانه ها باید به فکر منافع عامه باشن، نه منافع حزبی و قومی و گروهی و سمتی و لسانی و نژادی. اصل هشتم، احترام به ارزش های جهانی و تنوع فرهنگ ها. یعنی رسانه ها باید در تلاشی باشن که تمام فرهنگ های جهانی را و یا ارزش های جهانی را در کار رسانه‌ای خودشان در نظر داشته. اصل نهم، امهای جنگ و سایر مصائب فراروی بشر. دیگر مصیبت هایی که پیش روی بشر وجود دارد، اینها در تلاش زدودن از او باشند. مثلا پیشتر ما گفتیم که استعمار زدایی بکنند، به فکری باشند که مستعمرات و اینها دیگر مفهوم و معنای خود از دست بده و دیگر هیچ کشور استعمارگر و هیچ کشور مستعمره نباشد، هیچ کشور بادار و هیچ کشور دیگر غلام نباشه و هیچ کشور مثلا تعیین کننده سرنوشت کشور دیگه نباشه و هیچ دولت در هیچ گوشه جهان دولت دست نشانده نباشه. و اصل دهم، ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطات جهانی است. در عصر حاضر باید اینها در تلاش باشن که چی بکنن؟ ارتباطات جهانی را برقرار بکنن، با شبکه‌های مختلف خبری به اصطلاح توافقات و تعهداتی در داشته باشن و برنامه‌ها و معلومات رکون‌ها از یک بخشی از جهان پخش و نشر میکنن، به اختیار اینها بذارن، اینا پخش بکنن که بیننده‌ها و شنونده‌هایشان به اون دسترسی داشته باشن و اینها هم متقابلا امو معلومات و گزارشات و اطلاعات خود را در رسانه های دیگر به اختیار اونها بگذارن که اونها هم در بخش دیگری از جهان فعالیت دارن، اونها هم به او معلومات و اطلاعات که اگر نیاز دارن چی داشته باشن؟ دسترسی داشته باشن. تشکر از توجه شما محصلین عزیز که تا این دم
جلسه پنجم حقوق رسانه ها را با من نجیب الله عمری همراه بودین. شما را تا جلسه بعدی یعنی تا جلسه ششم درسی مضمون حقوق رسانه ها به الله به همتا امانت میکنم. وقت خوب و خوشی داشته باشید. الله حافظ.